کوچ فرهنگ و باور از نقطه‌ای به نقطه‌ای، از کشوری به کشوری، از قاره‌ای به قاره‌ای و از دلی به دلی. اتفاقی که برای رابرت دار افتاد در سفری از آمریکا به افغانستان 14 پیش در بحبوحه جنگ مجاهدین با حکومت مرکزی. میگوید ساده دلی مردم افغانستان و فرهنگ بی غلغش آنها در دلش خانه کرد و روح و روانش را فتح. در دلم دفعه اولش که فکر میکنم که مثل اونها باید باشم، ساده دل. رابرت دار آمریکایی رابرت عبدالحیدار شد با توشه ای معنوی از شرق در کول بارش. من رابرت دار هستم و آمریکایی هستم. در کالیفرنیا تولد شدم ولیکن در طفلی تاییتی، جزیره تاییتی زندگی کردیم. من که 67 سال هستم، من اگر میتونم مثل این بگیرم وزن که کم اگر باشد، سبک باشد، من میتونم تا 8 ساعت مسلسل در زورق میتونم پارو بزنم. در تینیجری مادر پدر میخواستن که بیولوژیست باشم، گفتن نمیتونم این کار بکنم. گفتن که من علاقه در قلب من میفهمم چه میخوام بکنم. من میخوام کار دست بکنم، میخوام که کشت سازی بکنم. و اونا گفتن شما مفلس میشوید. مفلس اگر باشم مفلس میشم. افغانستان دهه 60 شمسی، کودتا علیه داوود خان پیروز شده، دست دربار افغانستان از حکومت کوتاه و حکومت متمایل به شوروی بر اریکه قدرت سوار. از طرف دیگر مقاومت گروه های اسلامی موسوم و مجاهدین جان گرفته، جنگ شعله می کشد و سیل آوارگان از هر قشر و گروه و کشورهای دور و نزدیک سرازیر. بعضی از مهاجرین افغانی در کالیفرنیا شناختم، دیدم که مردم بسیار دلچسب و خوب اونس گرفتیم. پس فهمیدم که کلتور این مردم بسیار خوب است، دلچسب است. کاش که کلتورشان بهتر بفهمم، لسانشان باید یاد بگیرم. یکی از مهاجرینی که رابرت دار با آنها آشنا شد، همایون اعتمادی از نزدیکان دربار افغانستان بود. این هنرمند تنهاییش در کالیفرنیا را با شعر و آموزش مینیاتور پر می کرد. و این را مینیاتوری که من خودم کردم از سبق هرات، آخرین کار ما بود با استاد همایون اعتمادی، اما بسیار بسیار بیشتر از آن از او یاد گرفتم. This family has just arrived in the northwest frontier province of Pakistan after a 4-day walk across the mountains from Afghanistan. برای توده افغان‌های مهاجر اما در آمریکا و اروپا جایی نبود. هر کس توانش را داشت خود را تا کشورهای همسایه ایران و پاکستان می‌رساند. پاکستان که بیشترین عده افغان‌ها را بدون امکانات کافی پذیرفته بود، شرایط دشواری برای مهاجرین داشت. تا اینکه سازمان‌های بین‌المللی برای کمک دست به کار شدند. ملل متحد ما را خواستند که برم اسلام آباد که کمک مهاجرین اونجا بکنم. رفتم اونجا. در بین مهاجرین افغان در پاکستان بعضی از روشنفکران و نویسندگان هم بودند، مثل خلیل الله خلیلی، شاعر شناخته شده افغانستان که رابرت دار اشعار او را می‌شناخت و آنجا با او آشنا شد. شنیدم که استاد خلیلی اونجا بود، مهاجر شد و در اسلام آباد بود و پرسیدم که کجا زندگی میکند و من آدرسش دادن رفتم اونجا. در خود لب بازار که اونجا شیشته بود، من فکر کردم که یا یک گدا هست یا یک باغبان. رفتم پیششان گفتم که من میخوام که خانه استاد خلیلی
بیابم. او گفت من استاد خلیصم، ما 3-4 دفعه ملاقات کردیم بس، لیکن تا هنوز در خواب او را میبینم، تا هنوز در فکرم هست. کسی دیگه مثل او چیزی ندیدم در دنیا. تأثیر زیاد داشتن سر من. Guerrillas continue their attack even though other commanders want to take Kabul first. جنگ داخلی افغانستان اما همچنان ادامه داشت. خروج نیروهای نظامی شوروی و پیام آشتی دکتر نجیب الله که تازه به قدرت رسیده بود، آتش جنگ را خاموش نکرد. مشکلات اقتصادی بیشتر و فقر گسترده تر شد و رابرت دار برای کمک از پاکستان راهی افغانستان. من تنها بودم از امریکایا در آن دفتر. من هیچ فکر نمیکردم که یک روز به افغانستان برم در ما بین جنگ. جنگ خطرناک، اما همینطور شد. خطی بسیار شدید بود. مردم خاک میخوردند. مرده ها و مریض ها زیاد میدیدم. پروژه ما بود که گندم توزیع کنم برای غریبایی که در شمال افغانستان در خطی بودند، کمکشون میکردم. من وقتی که دیدم غم مردم افغانستان، احتیاجشان، من فکر کردم که باید کمکش بکنم و شاید که گرفتار شوم، که اسیر شوم. شاید هم ترسیدم که مثلا مرا بگیرن، شکنجه بکنند. در سرم بود، در فکرم بود. کشور تکه تکه شده. احزاب مختلف اسلامی و مخالف دولت در مناطق تحت کنترل خود بسته های بازرسی گذاشته و با قوانین خاص خود ورود و خروج مردم را کنترل می کردند. حزب اسلامی یکی از گروه های قدرتمند و متعصب مجاهدین بود. در وردک که یک جای بود در تنگی بوم نامش است، اونا با کلیگی میگه که شما از کجا هستید، کجا هستید، کجا هستید. من گفتم که من از بازارک افغانستان هستم. از این که همینطور شد که اونایی که چشمش آبی است، که یعنی بینی کلان مثل بینی خود من، یکی اون کلیگی میگفتن قبل از اون که شما مثل بازارکی هستین. گفتم که خیر است، ما یک نفر داریم اینجا از بازارک. اونا پیش اومد نفر بازارکی. شما از کجا هستین؟ گفتم من از بازارک هستم. گفت که شما نیستین از بازارک. پس گرفتار شدم و اونا گفتند که شما جاسوس هستین. کامره من یافتند و در جیب شلوار کمیز من یک کاغذ داشتم. چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. یک نفر، یک مولا نوشته بود. از این کاغذ از جیب گرفتم، دادمش، باز کرد، بخی خاموش بود. میبینم که چشمش تر شد، واقعا چشمش تر شد. میگه شما مسلمان هستید؟ گفتم نه خیر، من عیسوی هستم. باور کنید که مثل یک معجزه. او گفت شما آمدید اینجا به حق، لیکن میفهم شما جاسوس نیستین. الان من خودم نامه اجازه هم خودم می نویسم برای خودتان، می بینید. و من باز بعد از آن من فکر کردم که خدا مرا نگهدار است. در کنار فعالیت های انسان دوستانه و با زمینه آشنایی که این شیفته فرهنگ افغانستان در کالیفرنیا کسب کرده بود، باورها و اعتقادات دینی مردم هم توجه او را جلب کرد. توسط ادبیات تصوفی علاقه گرفتم، نه از مولا، نه از دین، از شعر. مثل شعر مولانا، شعر سعدی و دیگر. و مثلا سعدی که میگه که دوست نزدیکتر از من به من است و این عجبتر که من از وی دورم. کسب دانش از عرفان و شعر فارسی به تنهایی این آمریکایی کنجکاو را راضی نمی کرد.
در تصور او یک مروارید درخشان در سنت‌ها و باورهای کهن مردم کوچه و بازار نهفته بود. مرواریدی که او انگار دانسته یا ندانسته به دنبالش بود. سال 1989 عکس‌های مقبول گرفتم از مردم. از کشتگان نمی‌خواستم عکس بگیرم، اما از مردم می‌خواستم پورتریت کنم. و ایره مثلا ای راهنمای ما تا شمال افغانستان برهان الدین نامش است و او هم از اهل تصوف است. اما یک روز رسیدیم یک دره بالا از هزارجات. اونجا میبینم که مردم کلیگی لاغر از قطیستن. با ما یک برهان الدین یک نفر بود رهبر ما در آن را در آن سفر. سوار اسب بودیم که شمال افغانستان میریم. او گفت که اینجا بشینیم یک شب. اوزبک ها که ما با ما بودند گفتند که نه خیر، خطرناک است که اونا چیزی هیچ ندارند، ما که موا داریم که اسب داریم چیزا داریم که کشته میشیم اگر باشیم اونجا. برهان الدین تاکید کردم که نه خیر، اونا خوب مردم هستند، بنشیم یک شب اینجا. یعنی تصمیم از من بود، ما گفتم که بنشیم. گندامش تقریبا هیچ نبود، گندام میارند بیریانی کند پیش ما میارن، 20-30 نفر شیشتا هستن، سعی میکنن که نان، کم نان که با من میدهن. برهان الدین که او هم از اهل تصوف بود که بخور، اونا فقط یک امید دارن که مهمان نوازی میتوند هنوز بکند، بخور نانشان. میخورم، گریه میکنم. آن شب نتانستم خواب ببرم. من فکر میکنم با تمام تجارب ما، با تمام قدرت ما، یعنی تحصیل و تربیت ما، ما بسیار پایین از این مردم هستم. اونها توکل با خدا دارن که ما هیچ نشناختم. اونها بسیار بالاتر از ما هستند. اونها مسلمان هستند. آن شب در دلم دفعه اول است که فکر میکنم که مثل اونها باید باشم، ساده دل. بعد از پایان ماموریتش رابرت دار به آمریکا برگشت، ولی تأثیر دین، فرهنگ و باورهای مردم افغانستان او را رها نمیکرد. جذابیت شعر مولوی و عرفان هم در طول این سالها پایش را به قونیه باز کرده بود. در سال 1991 در کنیای ترکیه بودم و در یک هتل جای گرفتم و از شیشه هتل قبر مولانا می دیدم. یک روز در ذکر دفعتن چشمم بسته هست، اما یک نور می بینم مثل بامزرعی است که تمام نور است و یک تجربه بسیار قوی بود و من فهمیدم که تأثیر نزدیکی با مولانا است. بعد از آن گفتم و دوستایی که در کنیا شناختم گفتم که الان میخوام بیام در اسلام. ما رفتیم به مسجد پهلوی قبر مولانا است، اونجا مسلمان شدم. من
بادپرست می آن روز الستم. در گوشه می خانه نشستم. با ساقی زیبای دل آرای جهانگیر از خیش و از عقل و خرد و جمله برستم. باز آمدیم به قبر استاد ما، مرشد ما. رابرت دار که حالا با نام رابرت عبدالحیدار به کالیفرنیا برگشته بود، با محمد زارع خلیفه یک فرقه نقشبندی اونس گرفت و مرید او شد. حاصل این آشنایی از همان روز اول رابطه خاص بین آنها بود. معرفی شدم با استاد زارع در کالیفرنیا و او شش طرف ما سعی کردن گفتن که اگر کمک می خواهید در راه تصوف من آماده هستم. می بینم در باطنتان چیزی خوب است ولیکن باید ثابت شود. از حال تا مقام باید برسید. زاره تو چرا با غیر از باده سخن گوی؟ در ساغر کشتبان خون رگ تاک انداز. زاره، why do you speak to outsiders about this wine? در آخر عمر استاد ما چند دفعه به من گفتن، ملاقات کردن، گفتن که عبدالحی خلیفه ما باید باشید. دیدم، در خواب دیدم. ما گفتم که من ترسیدم، گفتم که استاد من یعنی عیب خود میبینم، هم خارجیستم از کلتور خودتان، افغان ها هیچ وقت مرا قبول نخواهد کرد و من چطور خلیفه شوم؟ او گفت که تو را میخوام که خلیفه باشین. سه دفعه پیشنهاد کردن، دفعه آخر گفتم خیر است، دفعه سوم است قبول میکنم، لیکن میترسم که ناکام میشم. او گفت که نمیشه اینطور، نمیشه. توشی که این دل داده فرهنگ افغانستان از سفره مردم به قول خودش ساده دل کوه و دشت بسته بود، باری گران به دوشش گذاشت و او را بر صندلی خلافت یک خانقاه در آمریکا نشاند. اما آیا تکیه زدن او بر پیشینی متفاوت بر صندلی خلافت یک درویش افغان بر منش و روش این فرقه دست کم در خارج از افغانستان بی تاثیر نماند؟ من نمیگم امروز که نقشبندیستم یا اویسیستم، هیچ وقت. ما الان میگم که ما انسان هستیم، ما در انسانیت میخواییم با شما تماس بگیریم. پیش ما نمیبینم مسلمان یا عیسوی، انسان میبینم پیش ما. ما هر کی میآید، ملحد میآید، بودیس میآید، عیسوی میآید، یهود میآید، قبول میکنیم که بعد. The other thing that I want to talk with you about a little bit in Tawheed, it was very strong, is Gulshan e Raz. When Shabistari says things that seem to be unacceptable to the commonplace, you see, like when he says bebaten nafsimo chun haskafer mashaurazi badin islam zahir fash megam ki din zahir khosham namayad wa zahir islam besyar khub chiz ast, khub chiz ast ki disiplin ast ki mardam kar khub یاد بگیرد، لیکن کفایت نمی کند. به نظرم کفایت نمی کند. پست است، مغز نیست. مغز در تصوف است. من باده پرست می آن روز الستم. در کنار آموزه های دینی، شعر و مینیاتور، رابرت عبدالحی دستی هم به موسیقی برده. با نواهای صوفیانه آشنا شد و نواختن رباب را آموخت، اگرچه در فرقه نقشبندی شعر غالب بود. رابرت عبدالحی اما قدم‌هایی فراتر از مرزهای سنت برداشت. موسیقی دروازه احساس و غم و قلب است و مردم امروز مریض هستند
از اینکه دور از احساس اصلی خودشان. و موسیقی دواست، مولانا میگه. هر جای مردم اسپانیا از همه مردم خوشحال تر است. بسیار در راه رقص میکند. این نگاه متفاوت رابرت عبدالحی به دین و باور اسلامی به عرصه‌های دیگر هنری و اجتماعی هم کشیده شد، از جمله شعر، موسیقی و موقعیت زن در جامعه. یکی از دلایلی که من خیلی به این خانقاه علاقه‌مند هستم مسئله حضور خانم‌ها هست و برای من بجز اینکه حالا یک جای معنوی هستش، یک جوری مثل حالت خونه‌ام هست. شاید یک روزی شود که یکی از زنان برای مثل استاد ما بی بی رابی ادویه را بسیار دوست داشتن، یکی از اولیای خدا بودن. استاد ما تاکید کردن که زنان از مردم یعنی میشه که بالاتر هستند در راه طریقت. رابرت عبدالحی زبان، فرهنگ و باورهای دینی مردم افغانستان را دهها آموخت، چنان که هدایت خانقاه به او واگذار شد. اما یک خانقاه درویشی در سان فرانسیسکو با مرشدی آمریکایی الاصل چه تأثیری بر طریقت و مریدان آن دارد؟ من غربیستم، تصوف ما غربیست، تصوف ما تصوف اسلامی هست، نه اسلام تعصب، اسلام مولاناست، اسلام حافظ. عبدالحی که از اینا یک شخصیت غربی دارن و استاد آگاهی کامل از این داشت که عبدالحی شخصیت غربی داره و هدف خانقاه را هم فکر میکنم که استاد میدونست که در آینده باید از چون ما در غرب زندگی میکنیم که خانقاه باید از غربی باشه، خانقاه باید از به اساس مردم باشه که در غرب بزرگ شدن، جوانایی که در غرب بزرگ شدن. فقط فرقشان در ای است، در روحانیت کدام فرق نیست، در طریق کدام فرق نیست، در استقامت و در دین و در ایمان هیچ کدام فرق نیست بینشان. بعد از بازگشت به آمریکا، شروع زندگی دوباره به عنوان یک صوفی مسلمان بدون کار برای او آسان نبود، تا زمانی که دوباره برایش امکانی فراهم شد، این بار به عنوان مربی یک آموزشگاه قایق‌سازی در یک بنیاد خیریه. یعنی ما هیچ وقت نمیخواستم که مثلا میلیونر شوم یا کدام چیز دیگر. وقتی که معرفی شدم با استاد زاره، من تقریبا بکار بودم، اما ما کشتی سازی که میکردم یا ماهیگیری، گفت که من دعا میکنم، دعا کردم. باور کنی که تقریبا بعد از یک هفته وکیل ها برای آقای آرکز، میلیونری که در سوسالیتو فوت شد، میخواستی که یک بنیاد ساخته شود، یک مدیر باید پیدا شود، مرا انتخاب کردند. دفعتاً یک خوب کار گرفتم. So it's not hard to do, but you can see the planing. Like look at the planing right here. Look right here. And you can see how a place like right here. در طریقت ما اجازه نداریم. ما هیچ چیز نمیگیریم از مورید که مورید باید بفهمد که ما فریب نمیتیم، ما فقط از دوست علا میخوایم کمکش بکنیم. لیکن استادم گفتن که شما هدایت بکنید، ما که هدایت میکنم اینگه که من هادی نیستم، مشاور هستم، او هادی هست. از 1987 استاد خلیلی و چند تا از کتابش اینجا دارم، بعضی از شعرش هم ترجمه کردم. در کنار هدایت خانقاه، سخنرانی و نوشتن مقاله درباره تصوف و کار در کارگاه قایق‌سازی، رابرت عبدالحی چندین کتاب شعر افغانستان را هم به انگلیسی ترجمه و خاطرات خود از آن کشور و سفر به دنیای معنویات افغانها را در کتابی به نام جاسوس دل منتشر کرده است. زن خاطر که نام کتاب دادم جاسوس دل، چند علت است. یکیش که مردم فکر کردم که من جاسوس هستم. کلی در شرق همینطور هست. اونا کلی فکر میکنن که او یکی از جاسوس هست. دوم که من هیچ علاقه ندارم برای سیاست.
هیچ جاسوسی چیزا برای من هیچ، من هیچ کار ندارم. من یک جاسوس دیگر میپالم، کسی که دل من میتواند ببیند، که مشورت حقیقی به من میتواند بدهد. از آن علت که دادم نام کتاب Spy of the Heart، که یعنی جاسوس دل. در این سالها رابرت دار باز هم زندگی متفاوت تری را شروع کرده. با بخشی از پول خانه‌ای که به ارث برده بود، هزینه کاشیکاری مسجد هیوارد در سان فرانسیسکو را پرداخته و خود زندگی ساده‌ای در دل جنگل دارد. در قرآن نوشته است که سنوریهیم آیاتنا فی آفاق و فی انفسهیم حتی یتبین لهم انه الحق. یعنی الان میگه که آیات ما نشان میدیم به مردم در آفاق، یعنی در بیرون و در باطنشان. لیکن بلیم این قرآن ایر قرآن است، طبیعت قرآن است. دنیای یا عالم انسان افسوسی که عالم غفلت است، کج است. عالم طبیعت، عالم کشف و خوبی و روحانیت است. از آن خاطر من اینجا آرام هستم، خوب هستم. دل در همه حال تکیه‌گاه است مرا، در ملک وجود پادشاه است مرا. از فتنه عقل چون بجان می آیم، ممنون دلم خدا گواه است مرا.